بسم الله الرحمن الرحیم. اولویت‌های بسیج چیه امروز؟ در درجه اول تقوا و طهارت. تقوا و طهارت. همه کسانی که اهل معنا بودند، بزرگان اهل معنا بودند که ما گاهی خدمت بعضی از اینا رسیدیم، توصیهشون این بود که گناه نکنیم. بعضیا میگن آقا چه ذکر رو بخونیم که مثلا فرض کنید خیلی خوب باشه و به مقامات عالی. اونا میگفتن آقا ذکر پیشکش، گناه نکنید. این قدم اول اینه و اگر این قدم تأمین شد خیلی از مشکلات شما، مشکلات روحی، مشکلات معنوی و مشکلات مادی برطرف خواهد شد. توصیه دوم بصیرت. بصیرت. این جمله امیرالمؤمنین علیه السلام رو من بارها در سخنرانی ها گفتم: الا ولا يحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر. اول اهل بصر، کسانی که دید درستی دارن، بصیرت دارن، صحنه رو میفهمن. بصیرت رو روز به روز باید زیاد کرد، صحنه داخلی رو بشناسیم، بدانیم الان در داخل چه داره میگذره، کجاهاست که انسان گاهی حضور دشمن رو احساس میکنه، کجاهاست که میتوانه انسان در اونجا با خاطر جمع، با دل آرام حرکت بکنه. بصیرت. جایگاه خودمون رو در دنیا بشناسیم. ما کجاییم امروز؟ عده‌ای همه تلاششون اینه که خودی را، خود را تحقیر کنن، ملت رو تحقیر کنن. ما چیزی نیستیم. اینه به زبان گوناگون بیان میکنن، برمیدارن مفصلا از فلان کشور یا مردم فلان کشور یا رفتارهای فلان کشور تعریف و تمجید و اینها میکنن، اغلب هم خلاف واقعه ها. ملت ما اون ملتی است که خودشو از زیر بار تحقیر چند قرنی خارج کرد، توانست در اوج عزت حرف بزنه. یه چنین ملتی داریم ما، شوخی نیست که میشینن کشورهای مختلف، کشورهایی که قدرتمندان دنیا دوره هم، برای اینکه با ایران اسلامی چه کار کنیم. این قدرت این ملته، قدرت مادی، قدرت نظامی، قدرت سیاسی، قدرت منطق، قدرت اخلاقی. نه اینکه ضعف نداریم، ضعف هم خیلی داریم، اما توانایی هامون، ارزش هامون، درخشندگی هامون کم نیست. ملت رو چرا تغییر میکنن؟ بعضی عادت کردن مرتبا هی تغییر کنن کشور را، ملت را، مسئولین را. بصیرت اینه که انسان بدانه این حقایق رو درک کنه، جایگاه خودش رو، جایگاه کشورش رو، جایگاه ملتش رو، جایگاه منطق انقلاب رو، جایگاه اون خط مستقیم و صراط مستقیمی که امام ترسیم کرد در کشور، جایگاه اینا رو بدانه. این بصیرت. آمادگی، کمربستگی، پابرکاب بودن، این هم یکی از شرایط لازم و توصیه های لازمی است که ما به برادران و خواهران بسیجی باید بکنیم. آماده باید. بسیج یک برکتی است برای نظام جمهوری اسلامی، یک ذخیره است، یک گنج است، یک گنج بی انتها، چون ملت بی انتهاست، یک گنج است. و من به شما عرض بکنم به توفیق الهی ملت عزیز ایران این گنجینه با ارزش رو اولا حفظ خواهد کرد، ثانیا استخراج خواهد کرد، ثالثا به کمک این همت ها و این اراده ها و این بصیرت ها با اوج تعالی و ترقی که مورد نظرش است قطعا خواهد رسید. و
دشمنان مجبورن نگاه کنن و تماشا کنن و پیشرفت ملت ایران رو ببینن و کاری ازشون بر نیاد و انشالله همینجور خواهد شد.